بحث این جلسه ما به نسبت روزهایی هست که در طول سال در ممالک غیر اسلامی یا در ممالک اسلامی از طرف انسانهای دیگر مشخص میشه. بعضن دولتها نیز به نسبت این مسائل به نسبت تبلیغ این موارد خیلی سعی کوشش میکنن. روزهای خاصی را به نام روز مادر، روز زن، روز معلم، روز پدر یا روز عشق و همچین روزهایی را مشخص کردن و بعضا خود خانواده ها اون روز تولد فرزندان یا پدر و مادر را اینطور مشخص کردن و جشن گرفتن یا روزهای اول سال را متاسفانه عید دانستن و در سیزده بدر به اطراف اون روز را روز جشن تفریح گذاشتن و با خانواده و این مسائل بیرون رفتن. به نسبت این چند موردی که بنده در حضور شما شمردم، چند مورد از اینا کاملا 100% خلاف قرآن و سنت است. در اسلام ما چیزی به نام جشن تولد نداریم. طبق تفسیر کابلی این از سنت های فرعون هست و خیلی در خیلی از کتاب های فقیه مذهب احناف فتاوا به نسبت ناجایز بودن این صراحتن تصریح شد. در اسلام ما چیزی به نام عید دانستن نوروز اصلا ما نداریم. در اسلام ما چیزی به نام سیزده بدر که روز تفریح و شادی باشه ما اصلا نداریم. چرا؟ چون که صراحتا با قرآن و سنت این مخالف است. سیزده بدر روز جشن شادی همون مجوسیان بوده که در مابین ما متاسفانه به جا مانده و خیلی ها دارن این رو بزرگش میکنن. یا در ما مسلمان ها دوتا عید داریم، ما بیشتر از این دیگه عیدی نداریم. آمدن و گفتن که مثلا به نسبت سال نو عیدت مبارک، این اشتباه واضحی هست یعنی، و نباید ما این امور را مرتکب بشیم. اما به نسبت روزهای دیگر که این روزها گرامی داشته میشه، مثلا در خود اسلام به نسبت زن، به نسبت پدر، به نسبت مادر، به نسبت محبت به همدیگر، به نسبت معلم، این دیگه چیزهایی هستن که الله متعال به نبی خدا علیه السلام به نسبت این موارد احترام خاصی را قائل شدن. اما بحث سر اینه آیا نامگذاری چنین روزهایی و بزرگ داشتن چنین روزهایی آیا در شرع اسلام برای ما اجازه چنین اموری هست یا نه؟ بحث ما سر همینه. گوش کنید دوستان، یک نکته خیلی مهمه، اونم اینه که الله متعال و نبی خدا صلی الله علیه وسلم امت خود را از شبیه شدن به دیگر اقوام و ملت ها به صراحت نهی کرده. حتی در قرآن در آیه 138 و 139 سوره اعراف وقتی که در اینجا آمده، وقتی که قوم موسی علیه السلام از دست فرعونی نجات پیدا کردند و رفتن طرف بیت المقدس، اونجا گروهی را دیدن که دارن بت پرستی میکنن و اینجا بود که قوم موسی علیه السلام فرمودن که بله اجعل لنا الها کما اجعل لنا اله کما لهم اله. ای موسی بمانند ما، برای ما نیز بمانند همین یک الهی را شما مقرر بکنید. اینجا بود که موسی علیه السلام نهایتا برانا برگشتن و ناراحتی خودشون اظهار داشتن، فرمودن که اینکم قوم تجهلون، این کاری که شما میکنید نهایت جهالته. شما مسلمانین، شما مؤمن به خدا و رسول خدا هستین، امروز میخواین بر آیین روش بت پرستان نعوذ بالله پناه بر خدا، خدا را میخواین عبادت بکنین، این اشتباه بسیار بزرگیه. لذا در ضمن این آیه مسلمان ها از تشابهات باطنی و ظاهری نسبت به دیگر اقوام صراحتا نهی آمده و در حدیث نبی خدا علیه السلام صحیح، حدیث صحیح است، نبی خدا فرمودن که من تشبه به قوم فهم منهم، هر کسی که خودش را به هر گروهی شبیه بکنه از همون گروه، از همون گروه دانسته میشه و فردای قیامت از با همون گروه محشور میشه. در این حدیث نبی خدا علیه السلام به صراحت این مسئله مشخص برادران گرامی که ما مسلمان ها را نبی خدا علیه السلام نسبت به شبیه شدن خود به دیگر اقوام به صراحتا از هر نظر نهی کردن. خلاصه نتیجه بس اینه که ما مسلمان ها به نسبت شبیه ساختن خود چه به غیر مسلمان و چه به غیر اهل سنت به شدت در قرآن و حدیث به نسبت این مسائل نهی آمده و این نکته هم باید مد نظر ما باشه که این گونه موارد که روز فلان، روز مادر و روز پدر و روز عشق و ولنتاین، این مسائل، این خود یعنی از ریشه اگر بخوایم اینو ما بررسی بکنیم، این اموری است که از طرف یهودی ها و مسیحی ها این موارد پیاده شدن و خیلی مسلمان ها ندانسته دارن به این مسیر میرن. چنانکه در آیه قرآن این موردی هست، ببین برخلاف یهود نصارا زندگی کردن و متاسفانه مطابق اونها زندگی کردن، این امر بسیار خطرناکیه. چنانکه در آیه 51 و 52 سوره مائده الله متعال فرمودن لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، شما مسیحی ها و یهودی ها برای خودتون دوست یار یاور نگیرین.
و شبیه ساختن خودمون به نسبت مجالس خوشی خودمون، این نوعی دوستی هست با این جماعت. و در سوره فاتحه که ما میخوانیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یا الله ما را به راه یهودیان و ما را به راه مسیحیان یا الله شما هدایت نکن. این دعای هر وقت نماز ما هست. لذا اگر قرار اون آمین گفتن ما با آمین فرشتگان هم نوا باشه، والله مطال این دعای سوره فاتحه ما را قبول بکنه برادران گرامی. از هر نظر، هم از نظر اخلاقی و از نظر باطنی، ظاهر باطن ما نباید موافق و شبیه یهودی ها و مسیحی ها باشه. و نبی خدا علیه السلام به نسبت این امت خود را به شدت نهی کردن، چون که در حدیث آمده نبی خدا علیه السلام فرمودن که لتتبعن سنن الذین من قبلكم، که شما پیرو و خواهشات اون اشخاصی خواهند شد که از شما قبل از شما بودن. و نبی خدا فرمودن که اونا چه صحابه اینجا میپرسند که اونا چه کسانی هستن؟ نبی خدا فرمودن که بله، همونا یهودی ها و مسیحی هستن. زلال در حدیث شریف ما مسلمان ها را نبی خدا علیه السلام از شبیه شدن خودمان نسبت به یهود نصارا به شدت نهی کردن برادران گرام. لذا برگزار کردن چنین مجالسی که مثلا روز فلان و روز فلان و بزرگ داشتن این چنین روزهایی، این به صراحت برخلاف قرآن و سنت است. و مسئله دیگه، ما برای محبت کردن به هم دیگه نیاسن خودش نوعی کمبود را میرسانه که ما برای محبت کردن به پدر و مادر و زوج و زوج و این مسائل بیایم روزهایی را خاص بکنیم، این کمبودش طرف را میرسانه. بلکه دستور اسلام بر اینه که ما در طول سال به پدر و مادر و والدین و عرضم حضور شما که به دوستان و به زوج زوج خودمون چکار بکنیم؟ ما محبت بکنیم. برای این روزی را خاص کردن، این خود علامتی از علامتهای کمبود محبت است. ما به فرزندان خودمون یاد بدیم، ما بین خودمون مذاکره بکنیم که ما برای مثلا بعضن هستن میخوان جشن تولد بگیرن، فرزند آمده پدر من جشن تولد میخوام بگیرم. ما باید به فرزندمون یاد بدیم که فرزندم، چیزی به نام جشن تولد ما در اسلام نداریم. ها شما میخوای دوستانت دعوت بکن، دعوت بکن، براشون کیکی بخر مطابق قرآن و سنت، شم دیگه مانند مسیح شما روشن نکنین، بیان بشینن با هم دیگه خوش باشن، بخورن بنوشن، این هیچ ردی نداره. اما به فرزندانمون یاد بدیم که بله فرزندم، ما چنین چیزی در اسلام اصلا نداریم. اگه گفتین جشن تولد، نه ما چیزی به نام جشن تولد نداریم. وقتی به فرزندمون مثلا ما هدیه میدیم، به پدر هدیه میدیم، به مادر هدیه میدیم، به زوجمون هدیه میدیم، اگر از ما پرسیدن که بله این به خاطر روز مادره، نه من به خاطر روز مادر نگرفتم، من به خاطر خدا دارم به شما محبت میکنم. این چقدر نامحبتی و کم بوده که ما در طول سال یک روز مشخص بکنیم یک دست گلی به دست دوستمون یا به دست زوجه خودمون یا زوج خودمون بدیم و بله که من شما رو دوست دارم. واقعا اشتباه بزرگیه. و همینطور تحویل سال جلو هست، اگر احیانا برادران به نسبت این مسئله، خب اون دیگه طبق روش خودشون مواردی را دارن که به نسبت ما اختلاف هست، اگر آمدن به ما گفتن که بله عید شما مبارک، چون بعضا میبینی این نوروز را هم عید یواش یواش دارن رواج میدن، اونا خب طبق شرایط خودشون دارن میگن، ما با اونا کاری نداریم، احترامشون بر ما واجبه. اما به صراحت ما باید بگیم که حضرت من اهل سنتم و در اهل سنت غیر از دو عید ما عید دیگری نداریم. و اینکه شما برمیگردید به من میگی عید شما مبارک برای سال نو، این زیر پا گذاشتن اعتقادات بنده اهل سنت. جناب خواهشن این مورد را به ما اصلا تذکر، به ما اصلا این مورد را نگین. و اگر احیانا گفتن با ادب احترام این موارد به اونا یادگاری بکنیم تا اونا متوجه بشن که ما همچین چیزی در اهل سنت اصلا نداریم. و متاسفانه شبکه‌های سراسری کشور نسبت به شیوع این گونه موارد که روز فلان روز فلان، متاسفانه خیلی ید طولانی دارن. از مسئولان کشور میزیبه که میزیبد که این موارد را رعایت بکنن. یعنی واقعا این گونه موارد چقدر خرج مخارج هایی که برای خود مسلمان ها داره و خیلی تلفات هم داده، خیلی تلفات هم داده. در همین چهارشنبه سوری که ما ها داریم چقدر انسان ها کور شدن، چقدر انسان ها فلج شدن و خیلی از این موارد متاسفانه پیش میاد. لذا دوستان همینه، برای جشن تفریح ما هر روزی میتونیم بریم، اما 13 بدر بده، این برخلاف تعلیمات اهل سنت است و ما اون روز نباید بریم و باید صراحتا اعلام بکنیم که ما در این روزی برای تفریح جشن گذار اطراف ما نمیریم. الله امتحان به ما توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.